اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. میهن یک قطره آب، یک شبنم نشسته به روی سحر، یک آه، یک شعر عاشقانه سرشار زندگی است. میهن یک دفتر قدیمی، تصویرهای گم شده در شب، خواهر، پدر، برادر، مادر، صحنه عتیق سید نصرالدین و آن چنار خوشی غریب است در سایه سار کوچه رندی، بازارچه، آن چهار سوی که سوقش خواندیم، یک پنجره با شمع‌های نظری در کوچه قدیمی ورزشگاه، در کوچه قدیمی، در کوچه‌های عشق. میهن آن بوسه های دزدکی از دور است که از پشت شب هنوز وقتی به یاد من میریزد قلبم گنجشک میشود، میلرزد. میهن آینه و چراغ در تاخچه، یادآور جهیزه مادر. میهن حضور کودکی خواب رفته در شب تبعیدی است. علیرضا نوریزاده، دهم فروردین ماه، سیوم ماه مارس، به شما سلام میکنم. رفتیم و بازگشتیم، جهان روشن‌تر شد، حالا با چشم چپ دنیا رو بهتر میبینم. در روزگار نوجوانی همه چیز رو با چشم چپ میدیدم، بعد کم کمک راست هم به میان آمد، گاهی میزد جلو، ولی حالا چشم چپ دوباره بهتر میبیند. بعد از 8-9 ماه رنگ‌های خاکستری دوباره سیاه شد. تایپ که می‌کردم همه چیز خاکستری بود، حالا سیاه شد. اولا بگذارید از یک پزشک بزرگ بگویم، از پزشک نازنین به نام هومن شرافت. واقعا بعضی اسما اسمای با مسما هستن. فرزند شرافتی که هممون می‌شناسیمش، مرد بزرگ اقتصاد ایران و فرزند یک طبیب متخصص، یک پروفسور در مقامش، عمل کرد منو و چقدر کارش دلپذیر، آرام، اصلا احساس نمی کردم یک عمل بزرگ داره انجام میشه. و بعد از 2 روزم اومدم در خدمتتون نشستم. خدا رو سپاس میگم، شادمان از اینکه مهر شما شامل حال من بود. این همه تکس و تلفن زدید، درد دل میکنه، ما حرفامون رو با هم میزنیم. یکی من آقا برای چی گفتی؟ اونا میرن نمیدونم مرض فلان میگیرن قایم میکنن. گفتم فقط اینو فکر کنید، فقط یه لحظه فکر کنید، اگر پادشاه در گذشته ایران همون زمانی که گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، همون موقع تا میگو ملت من مبتلا به بیماریم، به زودی شما رو ترک خواهم گفت، فرزندم رو به دست شما میسپارم، اون کاری که ملک حسین کرد، یه هفته قبل از مرگش پاشو در بیمارستان برگشت اردن، برادرش رو که میدونست کشور رو دو دستی میده به اخوان المسلمین، بعد از 40 سال از ولایت اهلی گذاشت کنار و پسرش رو برد، عبدالله رو، که واقعا نشون داره جنم خاندان هاشمی رو داره. آدم باید با صداقت باشه، حالا چه کترک چشمشه،
چه بیماری بزرگ، با مردم راست باشه. پابلیک فیگر، آدمی که چهره عمومی میشه، باید با مردم راست باشه، راستگو باشه. صادقانه بیاد حرفاشو بزن. بر خوشحالم که دوباره پروردگار این مهر رو شامل حال من کرد و من در حضورتون هستم. شعری که براتون خوندم اشاراتی بود از یک تبعیدی درباره میهن. ادعی اینجور تصور میکنن که اگر در ایران باشن پس آدم های وطن پرستی هستن و ماها که ناچار به خارج اومدیم آدم های پرتیم و بعد از 5-6 سالم دور میشیم. نه برادر تاجزاده، چنین نیست. چنین اتفاقی برای شماها میفته. بعضیاتون یخ زدین تو سال 57. من یادم نمیره برخورد آقای بهزاد نبوی رو با طالبان، برخورداتون رو با امریکا. شما هنوز مرگ بر امریکا میگین. شما موندین در پس پنجره لانه جاسوسی، بیرون نیومدین. از اون طرف شما، از اون طرف مریم رجوی و شوهر مرحومش و دار دستش، اینا موندن. رجوی هنوز توی ایستگاه است که سخنرانی میکرد، تهی‌شهر هنوز اونجا مونده بود. بعدم به رحمت خدا رفت. حالا زنش هم اونجا مونده، خانم شازده خانوم از خاندان قاجار، از دانلوی قاجار، نواده فتلیشا هم هست. اینجا ادای خلقی برای ما در میاره. ول کنین آقا، این دکونا رو بذارین کنار، ببندین، یاد بگیرید از پیرمردی به نام عباس امیر انتظام، یاد بگیرید فرزند زمانه است، یاد بگیرید از دکتر ملکی، تو بستر بیماری افتاده ولی مثل یه جوان 20 ساله پر از انرژی و مبارزه است. شما تو خونتون نشستید اعلامیه صادر میکنید، بعدم که الان معلوم شد با بازجوهاتون هم در ارتباط هستید، بعد میان متهم میکنید. محسن سازگارا چند ساله داره با این رژیم مبارزه میکنه، شمشیرش رو برای گردن بزرگترینشون کشیده و شما خبر نداره اون داره تو ایران زندگی میکنه، نه شما. ماشاءالله مهمونیاتون رو دارین، دوراتون رو دارین، مجالس ختمتون رو دارین، همه چیتون رو دارین، بعد ما رو متهم میکنید که ما پرتیم. نه، ما پرت نیستیم. ما روز و شب داریم اونجا زندگی میکنیم، سفره هفت‌سین تبعیدی داریم، قرمه سبزی تبعیدی داریم، عشق داریم، اما واقعی خالص، مثل البرز، مثل خلیج همیشه فارس، مثل دریای مازندران، مثل بینالود و آلاداغ و زرتکو و کردستان و جزایر خلیج همیشه فارس. شما پرتیم. سلام دکتر سازگارم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان عزیز. این دوست سابق شما یه خود منم افسرده کرد، یعنی واقعا برای من باعث تعجب بود که شما این همه حرمتش رو نگه داشتید و او نارفیقی کرد. قصه رو شما چجوری میبینی؟ والا من هم البته آقای دکتر نوری‌زاده این بخش مصاحبه رو که دیدم مثل شما یک کمی آزرده شدم. یعنی توقع آدم نداره از مصطفی تاج‌زاده. ببینید، اولا این حرف بالکل دروغه، بالکل. بازجوها هیچ وقت به من نگفتن بیا برو خارج و سهل است. بعد از 79 روز اعتصاب قضا وقتی هم ناچار شدن منو آزاد کنن، 600 میلیون تومان منزل پدرم و برادرم رو گرو گرفتن و بعدم پرونده بازی رو گذاشتن که بعدم بر اساس 6 سال زندان محکومم کردن. بعدم دروغ بودن این حرف خب روشنه. آخه کدوم بازجو میتونه از سفارت انگلیس ویزا بگیره یا بخواد زن و بچه آدم رو بفرسته خارج؟ من پسر کوچیکم در گلاسکو درس میخوند و اونجا بود. وقتی از زندان آزاد شدم بعد از 79 روز اعتصاب قضا هم قلبم دچار مشکل بود و دکتر قلبم گفت احتمالاً بعد جراحی دومی بکن، چون یک بار قبلا جراحی قلب کرده بودم. و هم دکتر چشمم گفت بله، چشم تو بیماری کراتوکونوس قوز قرنیه سالها داشتم ولی گفت این قرنیه عجیبه، خیلی بد شده. بهشم گفتم دکتر به این اعتصاب قضا ربط داره؟ گفت والا ما تو کتابای پزشکی هیچ وقت نداشتیم یه کسی کراتوکونوس پیشرفته داشته باشه
بعد 79 روز هم حساب قضا کنه، یه 58 روز یه 21 روز و ببینیم قرنیهش چی میشه. ولی من میتونم بگم این قرنیه تو به شدت الان در خطره، هر آن ممکنه پاره بشه. و او هم توصیه کرد، گفت بهتره بری خارج، به خصوص پیوند قرنیه در ایران میزدن، ولی به خصوص گفت آیفیلد مور هاسپیتال لندن یه تکنولوژی خاصی دارن خوبه. دکتر قلبم هم گفت بهتره. من یادم که... شما رو وقتی اومدی اون پیکر نحیف و اون چشمای آزرده و قشنگ یادم اومد. بله من واقعا بعد اینکه شد روزی که موقت آزادم کردن یه شماره تلفن این بازجو به من داده، شماره تلفن دستی بود. من که هیچ وقت قیافه‌شون رو ندیدم، همیشه هم رو به دیوار ما رو میشوندن چشم بسته، تنها جای اتصالی بود. بعد که دوتا دکترها اینو به من گفتن، بعد از 5 روزم که در بیمارستان مهر بستری بودم زنگ زدم به اون شماره تلفن و گفتم، دوتا دکتری همچین چیزی گفتن و صلاح شما هم هست بذارید من برم معالجه‌مو بکنم برم میگردم، نمیخوام بمونم، ولی بهتره برم این معالجه رو. گفت کلانی این از اختیار من بیشتره، من همچین اختیاری ندارم و باید با بالا دستیام چک کنم. 40 و چند روز هم طول کشید تا یه روزی یک کسی زنگ زد به من و گفتش که پاسپورت تو که بردیم میارن در خونه میدن اگه خونه هستین و ممنون خروجیت هم رفع شده. دیگه ما هم رفتیم سفارت بریتانیا چون پسرم هم اونجا بود، تقاضای ویزا کردیم، ویزا گرفتیم. به اتفاقا پسر بزرگ من که از دانشگاه تهران درس میخوند او مون در ایران و کارم گرفته بود یه بانکی، چون او هم به زندان افتاد بود البته، و او شاید 6 ماه 7 ماه بعد پذیرش هم تونست از دانشگاه واری در انگلیس بگیره و بیاد به ما به پیونده. من برحال خارج اومدم، میخواستم هم وقتی که جراحی چشم دوبار در لندن کردم و بعدم کار قلبم رو اومدم در امریکا واشنگتن هاسپیتال بستری شدم اونجا انجام دادم، میخواستم برگردم که خب 6 سال زندان منو غیاباً محکوم کردن. باز هم مصاحبه کردم با واشنگتن پست اون روزگاران، گفتم من برمیگردم و اعتصاب قضا میکنم اگر باز منو بگیرن. منتها بسیاری از دوستان من اون موقع تماس گرفتن، گفتم فلانی نیاد، چون احمدی نژاد هم دیگه سر کار اومده بود، گفتن اینا این بار اگه بگیرنت میکشنت و به اعتصاب قضا توجهی نمیکنن و موندم. ولی این واقعا ماجرا همین چیزی که آیت های داده گفته صحت نداره و دروغه. نکته دوم واقعا این است که از آدمی با تجربه آقای تاج‌زاده بعیده چطور حرف بازجو رو باور میکنه، بازجویی که دروغ به این بیانی میگه. و از کی تا حالا حرف بازجو حجت شده و آقای تاج‌زاده تکرار میکنه؟ ببینید به هر حال این حرف در بطن خودش یه جور تهمتی داره دیگه، تهمت کوچیکی هم نیست. و از آقای تاج‌زاده من واقعا بعید میدونستم که یک چنین تهمتی رو تکرار کنه و بر اساس حرف بازجویی که یک حرفش قابل اعتماد و اتکا نیست. من تا به حال نگفتم ولی الان به شما بگم، همین بازجوها در دوره زندان به من میگفتن فلانی تو وقتی میگی رفراندوم، چون من یه نامه درگشاده در ایران با آقای خامنه‌ای نوشته بودم خیلی تند، که مرتضوی به من میگفت نامه تند نوشتی و فکر کردی میتونی راست راست راه بری. و بازجوها به من میگفتن تو وقتی یه بیانیه دادی و گفتی کشور بعد قانون اساسی کلن به رفراندوم گذاشته بشه، از خط قرمز رد شدی، اگه تو بپذیری بین همین اصلاح طلبا باشی، حالا دو قدم جلو دو قدم عقب مکاری داری و میتونی بمونی. که منم پاسخ دادم، گفتم من به عقل خودم نمیتونم خیانت کنم و بدتر از اون به مردم نمیتونم خیانت کنم. من وقتی با عقل خودم و تجربه خودم رسیدم به این که هیچ اصلاحی در چارچوب این قانون اساسی در هیچ جهت متصور نیست و نهاد ولایت فقیه اصلاح پذیر نیست، اینا رو کتبنم تو بازجویا نوشتم، یعنی 40 صفحه یه دفعه شب توی سلول در نقد ولایت فقیه قانون اساسی و شرط آقای خامنه‌ای روشن نوشتم که امیدوارم یه روزی منتشر شه.
و گفتم من وقتی یکم چین باوری دارم نمیتونم باور خودم رو قایم کنم و ریاکارانه به مردم بگم که میشه این نظام رو اصلاح کرد و بیاید و مثلا حالا دنبال اصلاحات بریم یا اصلاح طلبا در داخل حکومت. بنابراین این رو الان عرض میکنم، از این جور حرف ها میزنن. ببینید که همون موقع هم که اینا اینو به من میگفتن و من رد کردم، تو ذهنم هم بود که اینا به هیچ حرفشون اعتماد نیست، به فرض تازه شما بخوای باهاشون معامله کنی بگی باشه و حالا یه فردا دوباره میگیرنه و چهار تا جنگولک بازی دیگه هم در میاره. من نکته آخری که آقای دکتر نوری‌زاده میخوام عرض کنم این است که فقط به امیدوارم به گوش آقای تاج‌زاده برسه و این چند کلمه رو ایشون گوش کنه. فقط میخوام در عالم رفاقت سابق، چون ایشون هم در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا بود و خودش خارج بوده، دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که این دوگانه سازی داخل و خارج غلطه، این به زیان جنبش آزادی خواهی مردم ایرانه. هیچ جنبشی بدون بخش خارجش و یا برعکس بدون بخش داخلش به پیروزی نرسیده و فعالیت‌های کسانی در خارج و داخل هر دو محتمل همدیگه است و اسیر این دوگانه سازی ها نشه آقای تاج‌زاده. نکته دوم هم این است خطاب آقای تاج‌زاده که مراقب باشه، درست آدم با تجربه ولی کلایی که سر کمسل وایزین گذاشتن سر ایشون نذارن. چند سال پیش بود، 4 سال پیش بود، من مطلع شدم به محمود شمس کمسل وایزین گفته بودن اگه به فلانی فوش بدی و تهمت بزنی، در یه مصاحبه با مجله مهرنامه که آقای قوچانی منتشر میکرد، خیلی تهمت‌های عجیب و غریب آقای شمس تو مصاحبه من زده بود. بهش قول داده بودن اگه اینا رو بگی ما بهت امتیاز روزنامه میدیم، چون آقای شمس‌الوایزی واقعا روزنامه نگاره و خیلی دوست داره روزنامه در بیاره، میذاریم بری روزنامه در. ایشون اون فوش‌ها رو داد، منم وقتی دیدم یه پاسخی نوشتم که آقای قوچانی چاپ نکرد، عثمان خصوصی ایمیل زد فلانی راضی نشه این مجله ما بسته میشه و شرمنده ایم و از این حرفا، دارم فکر کنم هنوز ایمیلشون چاپم نکردن. ولی آقای شمس‌الوایزی هم بهش اجازه ندادن روزنامه چاپ و همون نااهدی و دروغگویی این آقایون بازجو ها و اطلاعاتی ها ایشون رو گول زد. تنها نکتم باش دادم این است که حواست باشه برادرم، این آقایون ازت سوء استفاده میکنن، امروز یه چیزی علیه من میگن بگوی، وعده‌ای بهت میدن فردا علیه نوری‌زاده میگن، علیه اون یکی میگن، علیه یکی میگن و به یک قولشون هم وفا نمیکنن. توی این چاله ها نیفته ایشون باید مراقب. این در واقع آقای دکتر سازگارا شیوه نظام های سرکوبگر دیکتاتوره، میرن از قول دوستان سابق میان و این آشوب ها رو به راه میاندازن، یا یه کسی که شما رو میشناخته ور میدارن، مثل کاری که حسین بازجو در مورد ما کرد. ما یه رفیقی داشتیم نااهل بود، شاعر بود و طفلک گرفتاری داشت، آقای شریعت مداری او رو ورداشت برد به خدمتش گرفت، اون نیمه پنهان رو شروع کرد نوشتن، ولی خودش نزدیک مرگش به من تلفن زد و حلالیت طلبید، گفت ای رضا من اینقدر درباره دروغ نوشته بودم که یکی از دورم تو رو میشناخت میدونست همه اینا دروغه، پدر من آخوند شده بود، ما در نجف بودیم، از این مزخرفات. در حال هست دیگه، ولی آقای تاج‌زاده با هوشیاریش نباید وارد این تاس لغزنده میشد. این تاس لغزنده است. خب بریم سر استفاده میکنن. بله. بریم سر مسائل مهمتر. آقای جان بولتون به هر حال در این روزها هدف حملات گسترده در مطبوعات و رسانه‌های آمریکا است. دموکرات‌ها هم به هر حال شمشیر رو کشیدن که در رابطه با ارتباط دیرینه ایشون با مجاهدین خلق بیان و مانع از انتخابشون بشن. ما میدونیم که آقای جولیانی که شغلی بهش پیشنهاد نشد، در حالی که تو رده اول افرادی بود که باید شغلی میگرفت، تمام اون مشکلش به خاطر مجاهدین بود. ولی در مورد آقای جان بولتون مسئله رجیستر نکردن مبالغی که از مجاهدین گرفته، اونم
مضاف بر علته. شما چگونه فضا رو میبینید در واشنگتن و فکر میکنید این کار به کجا بره؟ آیا توضیحات آقای بولتون که اون وقت من مقامی نداشتم الان مقام دارم و طبیعتاً مساله ملتم در نظر منه کافی خواهد بود؟ ببینید آقای جان بولتون داره مسئولیتی رو میگیره، مشاور امنیت ملی که احتیاج به تصویب سنای امریکا نداره، مشاور رئیس جمهور سمت. درسته. بنابراین وزیر خارجه یا وزیر دفاع نیست که گزارش به سنا بیفته و دموکرات‌ها بتونند که یا بخش از جمهوری خواه مانع بشن. چون بولتون به هیچ وجه مقبول، شخصیت مقبولی نه در میون دموکرات‌ها بلکه در میون بخشی از جمهوری خواه هم نیست. دکتر سازگاره من نمیگم توی سناجور، من میگم فضا رو چجوری میسازن که بله. از همکنون شمشیر رو کشتن که اصلا براش غیر ممکن میشه ادامه پیدا کردن. ممکنه آقای ترامپ، ببینید آقای جان بولتون به هر حال سومین مشاور امنیت ملی طی یک سال و دو ماه بعد از تصدی آقای ترامپه. آقای ترامپ یه مقداری آدم غیر ثابتی است، متغیره و دیروز هم بازی وزیر دیگر رو کنار گذاشت. بله. و سخت کار کردن باهاش سخت، زمین که خودش هم به محض اینکه کسی یه چیزی بهش بگه عوضش میکنه. بنابراین معلوم نیست، حالا اولا این آقای بولتون از الان تا اپریل که قراره بیاد سر کار، اگر عقیده آقای ترامپ عوض نشه بیاد، اصلا چقدر سر کار میمونه؟ چون ممکنه تو یه فرایند بعدی 6 ماه بعد برش داره. ولی آقای جان بولتون به هر حال پیشینش پیشینه ایست که معروف به آدمی بسیار تندرو و طرفدار حمله نظامی، جنگ و لشکرکشی و چه با کره شمالی، چه با ایران و چه با جاهای دیگه. من در خصوص این ارتباط با مجاهدین خلق، بله خب ایشون رفته تو اون کارناوال و اون جشن به اصطلاح سالیانه مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده و صحبت کرده و پول هم دریافت میکنن، پول خوبی هم میدن. من حالا اسم نمیارم، یه بار یه سناتور سابق منو میشناخت، جایی منو دید به من گفت فلانی، من رفتم و تو جمع اینا صحبت کردم، عقیدت چطور؟ گفتم اشتباه کردی سناتور، برای اینکه این گروه گروه نامحبوبی هم در ایران و از من قبلش میپرسیدی بهت میگفتم. گفت ولی پول خوبی میدن، 10 دقیقه میری حرف میزنی $50,000 بهت میدن. و من نمیدونم حالا جان بولتون چقدر پول گرفته و چند بار صحبت کرده ده. ولی در حال این ارتباط و این پول گرفتن چیزی نیست که در واشنگتن پنهان بمونه و الان مطبوعات دارن مطرح میکنن، رسانه ها خیلی ها مطرح کردن. ولی اینی که ایشون بره در کاخ سفید پشت میز مشاور امنیت ملی بشینه که یک دستگاه کارشناسی خود اون مشاور امنیت ملی داره در کاخ سفید، در به اصطلاح ضلع غربی، بعد برای تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا دور میز شورای امنیت ملی امریکا وزیر دفاع میاد میشینه که یک دستگاه بزرگ تکنوکراسی پشت سرشه، رئیس CIA و وزیر خارجه هم اعضای دیگر. تا اونجا که من دیدم در واشنگتن، جلساتی که در اندیشکده ها از کارشناسان میان بحث میشه، گاهی مناظره هایی میذارن و حضوری آدم صحبت میکنه، اینها دستگاه وزارت دفاع امریکا به هیچ وجه تمایلی به جنگ در منطقه نداره. 16 سال از حمله به افغانستان تا الان امریکا به هر حال در منطقه حضور نظامی داره. واقعا وزارت دفاع امریکا خسته است از حضور در منطقه و موافق نیست که جنگ بکنه، ضمن اینکه با مجاهدین خلق هم اصلا دید خوشی پنتاگون نداره به دلیل ترور اون سرهنگای آمریکایی قبل از انقلاب و بعد هم به هر حال در عراق که اینا به صدام رو برداشتن همکار صدام بودن مجاهدین خلق و اگر امریکایی‌ها نجاتشون نداده بودن ممکن بود به دست شیعیان و کردها قتل عام بشن، چون یادشون نرفته بود اون سرکوب عراق چگونه با صدام همکاری میکرده. دستگاه CIA هم اونایشون که حالا در این جلسات علنی گاهی حرف میزنن به دلیل شناختی که از ایران دارن اونها هم دید خوشی ندارند از اینکه
مردم ایران میدونن که چندان اقبالی به اینجور تفکرات و سازمان‌ها که به قول مطلبی که شما در ابتدای این میز این برنامه میگفتید، مردم عبور کردن از خیلی چیزا، مدل انقلابی 57 و 56 و 58 دیگه چنگی به دل نمیزنه برای مردم. دکتر سازگاره همینجا نگرد لطفاً، دکتر همینجا نگرد، چون بحث جالب میخوام ادامه بدیم، یه درنگ کوتاهی میکنیم، بنده هم نیاز دارم یه قطره در چشمم بچکنم دوباره برمیگردم. باشید با ما. با درود دوباره. قرض نقشی است که از ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقایی. من هستی جوان تازه اومده بود، عجیبه. امروز اجازه بدید، به هر حال نوروزم هست و ما یه خودم رنگ نوروزی داشته باشیم. در این یه تولد دو عزیز، دو دوست نازنین، یکی رفت و تنهای من گذاشت، یکی ماند و پایدار باشد. نخستین شکیبایی عزیز، یه عکسی با هم داریم همیشه بچه ها اینو میذارم، مال قدیم قدیمه. و خسرو، خسرو جان، یه وقت براش تولدی گرفتن در چنین روزی، فیلم پشت صحنه کاغذی بی خط ناصر تقوایی، یه تصویر کوچکی از اون رو ببینیم که خسرو جان کلاهی بر سر دارد و فشفشهی در دست. ببینیم این فیلم رو. نویسنده این متولد می شود. دومین تولد از آن منوچهر جان اسماعیلی است، سلطان دوبله ایران، قوی ترین دوبلور ایران، هنرپیشه بزرگ، کسی که در برنامه دوم در رادیو تهران روزهای جمعه ساعت 3 نمایشنامه‌ای که بیژن مفید عزیز می نوشت در اون معمولا نقش اول رو داشت، در کنار نیکو خردمند، فهیمه رازگار، چه آدم های نازنین بودن، سیروس ابراهیم زاده عزیز. این انسان مرد هزار صدا بود. شما فقط هزار دستان رو به یاد بیارید، صحنه ای رو که منوچهر داره جای همه حرف میزنه، نگاه کنید یه صحنه کوچک. این مقدار پول کاغذی مشکل منو به آسانی رفع میکنه. قصد داریم مشکلات شما رو افزون کنیم با سفارش یک کار تازه. یه تاب چه قادود تابع مطالب باطنیه دیست و به طور قطعی جایز و بجاز و ببدو را معید می کند. کوچه حبا به علت مجاورت به کوچه اصلی مقدم است بر کوچه سقاخان. شد شد تو واسه شعبون خون نشه، اما واسه شد دختون بشه. نه نشو اصلش نمشه جا بشه واسه دالونونو مالونونو درمونونو داغونو چرنجبین بانو. هل و گلابم میسایدی حریف هفته بیجارت نمیشد. لولو خورخاره، لولو خورخاره، منو میخاره لولو خور. سنجد دهن مهن کلون مولون نزد که خودم خوردم زمین، صابونو کرد دادن عزیز خدا، چشم رفت تو دوش. ارزشی الهدایا در اسعار عنی، اینها تصور خودم از شما بود، انطور که اون شما نقل کرد از اولاد خود برای نپسر. نمیتونی سر منو شیره بماری، من دستتو خوندم. عجیبه این انسان، عجیبه. نادانان در صدا و سیمای جمهوری ولایت فقیه آقای علی علی عسکر
آمدن لباسهای ملی ایران رو به نمایش گذاشتن. آقای دکتر سازگار، فقط توجه کنید که چقدر اینها نادانن و چه جور آتش به همبستگی ملی میزنن. آذری، کرد، بلوچ لباس عربا رو نذاشتن. مگه عربهای ایرانی جز ملت ایران نیستن؟ مگه برای دفاع از این آب و خاک جان ندادن؟ در برابر صدام نایستادن؟ بچه های خرمشهر چه کردن در اون روز؟ آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هستی، عربی، اون وقت باعث میشه که این حوادث در اهواز دیده بشه. نگاه کنید، آتش زدن عربهای ایران رو. نگاه کنید. صدای سیمای ما ننگ ما واقعا. دکتر سازگارا، واقعا در این شرایط چنین کارهایی رو چی شما برداشت میکنید؟ واقعا چرا باید اینها جدا بکنن مردم ایران رو از هم؟ واقعا آقای دکتر نوریزاده، من از پاره دوستان این گروه های اتنیکی کشور وقتی میشنوم بلاهایی که سرشون میارن، کردها، عربها، بلوچها و سایر گروه هایی که این رنگین کمان ایران رو درست میکنن و افتخار ما ایرانی هاست که قرنها در کنار همدیگه با تنوع و تکثر فرهنگی و زبانی و غیره زندگی کردیم و ایران رو شکل دادیم، میبینم واقعا اگر به دلیلی یک جوان در تهران یا شیراز یا اصفهان یا مشهد ضرب و شتم میشه، زندان میفته و برخورد باهاش میشه، به همون دلیل اگر در کردستان یا خوزستان یا بلوچستان باشه یا اخیراً پاره بخشای آذربایجان، شما میبینید 10 برابر خشنتر برخورد میکنن. بله. اگر در کسی رو 2 سال زندان میکنن، یک مرتبه میبینید در این مناطق 20 سال زندان میکنن یا حتی اعدام میکنن. و این خشونت ورزی و این برخوردهایی که حاصلی جز تفرقه ملی نداره، واقعا آدم چه نامی میتونه بهش بگذاره جز این که گویی یک عده عمدن میخوان مملکت ما رو که قرنها ما با هم زندگی کردیم و افتخار فرهنگ ماست که ما مجموعه این فرهنگ ها هستیم، ما هر بخشش یک میراث بشریه که دو دستی باید نگهش داشت، از لباس، از زبان، از گویش، از آداب، از رسوم، از گنجینه های فرهنگی که زمانی آقای انجوی شیرازی سعی میکرد اینها رو جمع‌آوری بکنه، فولکلوری که در سراسر ایران هست. و اون وقت به جای این حفظ این گنجینه ها شما این طور برخورد بکنید و با این خشونت و خشونت ورزی، نمیدونم، آدم خون باید گریه بکنه، ولی به لحاظ سیاسی فکر میکنه که فقط نادونیه، فقط ندونم کاریه، فقط اقتدارگرایی و توتالیتاریزمه، یا شاید سیاستی از جانب روس ها هم هست که ایران رو تکه پاره میخوان و پشت این حکومتن. آنچه حکومت جمهوری اسلامی میکنه بخشش باید گفت با توجه به نفوذ روسا توی دستگاه حاکم ایران متوجه روسیه هم هست. نمیدونم اینا از اون چیزایی است که معماست و به هر حال حاصلش زیان ملی. دکتر سازگار، نمیدونم دیدید که زنگ ظهور امام زمان رو اینا افتتاح کردن در مراسمی که جلسی گذاشتن مثل آژیر
میزنن و نمیدونم بچه ها فیلمش عکسشو دارن یا نه. بله این فیلمیست نشون میده که یک دستگاهی درست کردن در جای گشتن، وقتی میزنن صدای بلند میشه، میگن این مال ظهور امام زمانه. آقای احمدی نژاد هم که یه بار گفته بود امریکایی‌ها به عراق رفتن برای امام زمان. اما نکته جالب اینه، یه آناکتودی بلافاصله بچه‌ها ساختن، گفتن صدای آژیر اومده، آقای خامنه‌ای از خواب پریده و گفته عربستان حمله کرده، گفتن نه امام زمان ظهور کرده، گفته زود به هواپیما بگی آماده باشه، خب بچه‌ها رو هم ببریم بشونیم بریم روسیه، به پوتین هم بگیم ما می‌خوایم بیایم سوچی، گفتن آقا چرا مسکو نمیری؟ گفته نمیخوام همسایه بشار اسد بشم. حالا اینو با هم ببینیم، واقعا ببینید خرافات و دروغ به کجا رسیده. ملاحظه بفرمایید. چی بگه آقای دکتر سازگارا در قرن 21 الان جمهوری برای اینجا چقدر خرج کردن؟ یه رئیس داره حتما، یه معاون داره، یه تشکیلات اونجا درست شده. که چی های نوری زاده؟ یعنی این آژیر رو میزنن، یعنی آقا ظهور کرد، هر وقت آقای امام زمان بیاد اینو میزنن، بعد اینا این زنگو بزن مردم بفهمن، بفهمن که امام زمان ظهور کرده. بعد آخه در روایات آقایون هست که امام زمان اصلا از مکه ظهور میکنه. بله بله، حالا میگن اخیرا قوم از قوم میاد، از کعبه میده اونجا صحبت بله. میکنه هر کم به والله شرط کنم نمیدونم به هر حال دیگه داستانیه. خب حالا برگردیم سر آقای جانبولتون. بله برگردیم سر ببینید من این عرضم رو تموم کنم. من نمیدونم واقعا آقای بولتون حالا بره توی کاخ سفید دور میز شورای امنیت ملی امریکا با توجه به دستگاه کارشناسی وزارت خارجه، وزارت دفاع، CIA و غیره، حالا نه فقط مسئله مجاهدین خلق بلکه مسئله جنگ و تندروی و غیره و غیره، چه تصمیمی خواهند گرفت، چی در بیاد، به خصوص اینکه آقای ترامپ هم ظاهرا آدم متمرکزی نیست. یک کسایی میگفتن ایشون 10 دقیقه بیشتر یه موضوعی باشه حواسش پرت میشه میره جای دیگه. ولی یک چیز رو آقای دکتر نوری‌زاده قطعا میشه گفت، الان من از فضای واشنگتن حرف میکنم، کابینه آقای ترامپ به شدت رادیکال تر از قبل خواهد شد. یعنی رفتن آقای مایک پومپیو به وزارت خارجه و به هر حال آقای بولتون در کاخ سفید، کابینه امریکا رو نسبت به ایران تندتر میکنه و خطر جنگ مستقیم با ایران شاید کم باشه ولی امکان جنگ در سوریه با سپاه و حزب الله وجود داره. این موضوع جدی است که هم اسرائیلی ها ممکنه فشار بیارن هم سعودی ها. و بعد هم مسئله برجام در ماه می که آقای ترامپ گفته دیگه میاد بیرون به نظر میرسه جدیه و دو تا راه حل اونجا که من میدونم هم دارن بررسی میکنه. یکی این که مستقیما به دلیل اون سه تا شرطی که آقای ترامپ گذاشته، بازرسی از مناطق و غروب برجام و گنجوندن مسئله موشکی در برجام مستقیم امریکا بیاد بیرون، یا اینکه از درون برجام استفاده کنن، ماده 36 و 37 و 38 برجام، و برن از طریق اون کمیسیون رسیدگی به شکایات بعد که میره به شورای امنیت سازمان ملل و اتوماتیک تحریم ها برمیگرد، همون که آقای اوباما گفت سنپ بک، و بعد دیگه تحریم های شورای امنیت که برگرده امریکا میتونه وتو کنه نگهش داره. اینم من چند روز پیش صحبت میکردم با یکی از آدمهای متخصص توی یکی از اندیشکده های واشنگتن، او مطرح میکرد که این در کاخ سفید دارن دستگاه کارشناسی بررسی میکنن. بنابراین دو تا مسیر برای خروج از برجام داره بررسی میشه. و
ولی به نظر میرسه اصل ماجرا قطعیه، جدیه و پشتیبانی کنگره هم آقای ترامپ داره برای خروج از برجام. اروپایی ها خیلی دارن تلاش میکنن که با وضع تحریم هایی آمریکا رو قانع کنن به اینکه برجام رو نگه داره، ولی با آمریکا همراهی کنن در تحریم موشکی و دخالت سپاه در منطقه و غیره. ولی اروپا هم توی اپریل جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود، ولی تا اینجای کار توفیقی نداشتند از اینکه امریکا رو منصرف بکنند. به هر حال توی این فضا و این تند بودن، من واقعا نمیدونم 7 موشک ساخت ایران، حالا ایران تکذیب میکنه، ولی در شورای امنیت در سازمان ملل گروه کارشناسی بررسی کردن دیگه، اینی که معاون سپاه بگه اینا رو خود حوثی‌ها میسازن که به کت کسی تو دنیا نمیره. و تو این هیروویر شلیک 7 موشک به سمت سعودی، و البته اونا با دفاع ضد موشکیشون ظاهرا موفق شدن اون رو نگه از خونسا بکنن، و اون تیکیش هم که افتاده رو سر یه خونه 3 مصری بودن، یکشون کشته شده، 2 شهروند مصری زخمی شدن. ولی یه همچین کار تحریک آمیزی در این مقطع چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ یعنی به جای تنش زدایی چرا باید سپاه در درست در این شرایط بیاد به دست حوثی‌ها موشک شلیک کنه که قشنگ ثابت کردن همه مدعاییست که محمد بن سلمان میکنه و یا دیگران میگن. و به قول یکی از نویسنده‌ها دیدم نوشته بود این موشک حالا واقعا به هدف خورده یا نخورده مهم نیست، ولی اونایی که انگیزشو داشتن نیست که به هدف رسید. ببین آقای دکتر سرگاه، یه نکته جالب بهتون بگم. آقای بن سلمان میگه آقای ظریف از این ور پیام دوستی میده، از اون ور موشک میفرستن، مثل همیشه سیاست‌های در تناقض با بله دوگانه، کدومشو باور کنیم؟ و بعد به قول شما وقتی میگن حوثی ها موشک و خودشون ساختن، حوثی ها تنها چیزی که میتونن بسازن این قات مخدر رو بکنن بذارن گوشه لپشون، این کار رو بلدن بکنن. حوثی که موشک نمیتونن بسازن، تو یمن بدبخت ها یه دونه چمدون نمیتونن بسازن، و اون وقت چجوری هم سعودی ها زرنگی میکنن؟ بن سلمان میاد اونجا 1 میلیارد دلار میده به دبیر کل سازمان ملل برای کمک به یمنی ها. خب نتیجه این رو شما ببینید، میگه جمهوری اسلامی بهشون موشک میده، سعودی ها اومده براشون 1 میلیارد پول داده، و جمهوری اسلامی بازی تبلیغاتی رو داره میبازه. یه موقع شما تو واشنگتنین دست بالا داشتن، ولی الان بن سلمان اومده راحت با این قرارداد و برنامه توسل به نور خورشیدی برای کاستن از آلودگی هوا و پولوشن، اینا کارهای مهمیه که کشور ما باید پیش قدم میشد توش. یا همین مسئله راجع به زنا، واقعا اسباب تأسفه که ما گرفتار این رژیم نادان و جاهل شدیم، ولی امیدوارم نتونن واقعا زندگی ما رو به باد بدن، به نابودی بکشونن با این پهلوان پنبه بازی های آقایون سپاهی ها و این کارهایی که آقای خامنه ای میکنه و پیامهاش. ممکنه پس ذهن این آقایون، اگه باز نخواهیم یه وقت خدا نکرد تئوری توطئه نگاه کنیم، بگیم روس ها هم اهداف خودشون رو دارن و اینا رو هل میدن به سمت این درگیری ها، ممکنه خود این آقایون هم ذهنشون باشه. با توجه به وضعیت بحرانی داخل ایران و اینکه تقریبا در محافل حکومتی مطمئنن که دیگه این حکومت نمیتونه مشکلات مردم حل کنه، من اینو به کرات از دوستانی که دور و نزدیک از حکومت خبر به ما میرسونن از محافل حکومتی شنیدم که خود حضرات مطمئنن که دیگه نمیتونن مشکلات مردم رو حل کنن. حالا توسل به یه جنگ خارجی و فضای نظامی درست کردن برای سرکوب داخل هم، و همینطور هم دست بالا رو در رقابت‌های بحران جانشینی و جانشینی آقای خامنه‌ای داشتن، هم میتونه انگیزه دیگه‌ای باشه از طرف
این آقایون سپاهی ها که اینجور جنگ افروزی میکنن و منطقه رو با بحران و ایران رو در خطر قرار میدن. منتها بعد به این آقایون گفت آقا حالا اینکه با بازی با منفعت ملی به کنار، اما تجربه های مثل آرژانتین هم هست که وقتی نظامیاش رفتن در فالکلند با اون سر و صدا برای سرکوب داخل فضا درست کردن، وقتی شکست خوردن و با سیویل آویزون برگشتن، خود نظامی ها مسئله دار شدن و اندکی بعد اون گروه خشن نظامی درسته. در آرژانتین خورخه ویدلا و دیگران سرنگون شدن. بله. یا در سربستان میلوسوویچ درگیر جنگ داخلی کرد و اون فضا و اینها، تا یه جایی مردم ناتو درگیر بود با سربستان، بله. مردم تحمل کردن، ولی وقتی مقصر اون جنگ میلوسوویچ و دیکتاتور سربستان بود، اون وقت سرنگون شد. به حال من از این جهت عرض میکنم که این ماجراجویی ها اگه پس ذهن آقایون سرکوب داخله، بعد گفت که ارز خود میبری و زحمت ما میداری. دکتر سازگارا سپاسگزارم ازت. یک کمی برنامه حالا گفتیم متفاوت باشه، ولی من مژده به هموطنان رو میدم که علاوه برنامه هفتگی ما از ماه آینده برنامه سیمرغ رو هم به صحنه خواهیم آورد در خدمت دکتر سازگارا و شماری دیگری از چهره های برجسته و ارزنده و مورد احترام شما. سرانجام به قاف وطن رسیدن سیمرغوار باید حرکت کرد. متشکرم دکتر سازگارا. ایران سر ممنون از محبت. ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، با سپاس بسیار از الطاف شما نسبت به همین عمل کوچک چشم من، تا فردا همه شما را، تا دوشنبه همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.